سلام به دوستان و همراهان کانال تونل زمان. توی این ویدیو به سرگذشت رامش، بازیگر و خواننده مشهور و دوست داشتنی قبل از انقلاب پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو را از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. آذر محبی تهرانی، معروف به رامش، سال 1325 توی شهر تهران به دنیا اومد. در خانواده‌ای با 3 خواهر و 1 برادر. پدرش ناصر محبی تهرانی کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد تهران بود و مادرش اقدس اعتصامی خونه‌دار بود. خوانندگی را از 4 سالگی و با خوندن ترانه‌های پوران شروع کرد. اونا رو دوست داشت و زمزمه می‌کرد. تا دیپلم درس خوند و تصمیم داشت بعد از دیپلم وارد دانشگاه بشه و تو رشته پزشکی تحصیلاتش رو ادامه بده. ولی اون جنس صدای خاصی داشت و با آشنایی با عطاالله خرم و آهنگساز ایرانی توی مهمونی به سمت موسیقی و یاد گرفتن سازهای مختلف و به خصوص ساز مورد علاقهش گیتار رفت. رامش فعالیت‌های حرفه‌ایشو از فروردین سال 44 شروع کرد. اولین ترانه‌اش ترانه پرستو جان بود که از رادیو و تو برنامه رادیو گل‌ها پخش شد که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. اسم هنری رامش رو داوود پیرنیا، موسیقیدان ایرانی که بنیانگذار برنامه رادیویی گلها هم بود، براش انتخاب کرد، چون تو اون زمان خواننده دیگه‌ای با اسم آذر فعالیت می‌کرد. بعد از اون رامش در کنار ویگن، منوچهر سخایی، گیتی پاشایی، عارف و گوگوش جزء سرشناس‌ترین خواننده‌های پاپ اون دوران شد و تو خیلی از برنامه‌های مختلف تلویزیونی مثل چشمک، رنگارنگ و میخک نقره‌ای اجراهای موفقی داشت. سبک ترانه رامش بیشتر پاپ بود، هرچند که تعدادی ترانه سنتی هم توی کارنامه هنریش داره و گاهی اوقات ابزار غربی یا ریتم غربی رو هم توی موسیقی سنتی خودش استفاده می‌کرده. در کارهایی که تو سال 45 اجرا کرده میشه ریتمایی مثل رومبا، بوسانووا و همینطور صدای گیتار سرف رو توی موسیقی رامش شنید که این استفاده‌ها در سال 47 بیشتر هم شد. رامش ترانه‌های دو صدایی با عارف، منوچهر سخایی و ویگن هم اجرا کرده. چند ترانه هم به صورت دو صدایی با فریدون فرخزاد داره که مشهورترینش ترانه موندنم از بودنت بوده که در تاریخچه موسیقی پاپ ایران هم موندگار شد. خاص بودن ترانه‌های رامش به این خاطر بود که اون تقلب نمی‌کرد. همیشه کار جدید به بازار عرضه می‌کرد. یکی از مشهورترین ترانه‌های رامش رودخونه است که شعر اون رو محمدعلی بهمنی با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی سرود و صادق نوجوکی آهنگ اون رو ساخت و منوچهر چشم‌آذر هم این ترانه معروف رو تنظیم کرد. یکی از ابتکارات خاص هنری رامش اجرای ترانه‌ای 3 صدایی بود. این خواننده پرطرفدار ترانه‌ای به اسم تهمت رو به صورت 3 صدایی، یعنی 3 بار تکرار همزمان از صدای خود خواننده اجرا کرد و همین اتفاق باعث شد که اون زمان اون رو جزو نوابق موسیقی کشور بدونن، چون که این نوع اجرا رو کسی نتونسته بود پیاده سازی کنه. رامش سابقه بازیگری هم داشت، اونم فقط توی یه فیلم. سال 1352 منوچهر نوذری از رامش دعوت کرد تا توی فیلم خیالاتی بازی کنه. رامش هم قبول کرد و توی این فیلم بازی کرد، ولی بعد از اون دیگه توی هیچ فیلمی حاضر نشد. اون توی 20 سال خوانندگی حدود 100 تا ترانه اجرا کرد، ولی بعد از انقلاب از ایران خارج شد و رفت لندن و توی خونه‌ای که از قبل اونجا داشت ساکن شد. در سال 58 و 59 2 ترانه به اسمهای گفتگوی سبز و تهرون رو اجرا کرد که شعر و آهنگ ترانه تهرون از خود رامش بود. بعد از اجرای این 2 ترانه رامش از خوانندگی کنارگیری کرد. اون درباره کنارگیریش از خوانندگی گفته بود: نخوندن من ابتدا اعتراضی بود به صدای قدغن زنان در ایران، به صدای قدغن خوانندگان زن در سرزمینم. بعد کم کم این اعتراض یک عادت شد و با من سالها موند. حالا به نخوندن عادت دارم، ولی
اگر روزی دوباره به ایران برگشتم از ته دل برای همه مردم میخونم. البته روایت دیگه ای هم در این رابطه وجود داره. مرتضی برجسته خواننده معروف ایرانی در این باره نوشته: متاسفانه در اولین کنسرتش که به اتفاق داریوش در شراین ادیتوریوم، یعنی بزرگترین سالن برگزاری کنسرت در لس آنجلس، به خاطر اختلافی که داریوش با کنسرت گذار پیدا کرد، داریوش از حضور در صحنه کنسرت خودداری کرد و این ضربه بزرگی بود به احساسات رامش. البته رامش اون شب برنامه خودش رو اجرا کرد، ولی از اون زمان به بعد گوشه‌گیر شد و در هیچ کجا ظاهر نشد و حتی جواب تلفن دوستانش رو هم نمیداد. من بارها سعی کردم با اون تماس بگیرم که موفق نشدم. رامش در زمان اقامتش توی لندن ازدواج کرد که همسرش یه غیر ایرانی بود و خانم رامش توضیح بیشتری درباره ایشون نداده. گیتی محبی خواهر رامش توی مصاحبه ازدواج رامش رو با یه مرد انگلیسی و بدون بچه بیان کرده که در نهایت هم به طلاق رسیده. رامش حدود 15 سالی در آرامش و انزوا روزگار رو با خانواده‌اش گذروند تا سال 1374 که به آمریکا مهاجرت کرد و با همکاری شرکت آونگ آلبوم جهان سوم رو منتشر کرد و 7 سال بعد، یعنی تو سال 81، دوباره یه آلبوم با داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی به اسم معشوق همینجاست رو به بازار عرضه کرد که این آلبوم آخرین اجراهای اون رو ثبت کرده. در نهایت خانم رامش عصر روز دوشنبه 10 آذر ماه سال 99 و در سن 74 سالگی به خاطر ایست قلبی در آمریکا از دنیا رفت و در آرامگاه فارست لان مموریال پارک لس آنجلس به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.